سرخط خبرها مهم و تازه. قومی: افغانستان یکی از موضوعات اصلی سیاست خارجی کشورهای منطقه است. جنگجویان داعش در کنر دو تن را به اتهام جاسوسی برای طالبان سر بریدن. مایک پامپیو خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام را فاجعه بار خواند. بالاخره رهبران جدی با این کار طالبان در تبعید زنده به گور شدند و همچنان در پایان چرا ملا حبت الله چهره‌اش را نمایان نمی کند؟ مشروع خبرها: حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان و سفیر این کشور در کابل گفته که افغانستان زیر سلطه طالبان یکی از موضوعات اساسی سیاست خارجی کشورهای منطقه است. قومی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته که ثبات و امنیت افغانستان تعیین کننده ثبات و امنیت کل منطقه است و این اظهارات را چند روز پس از سفر به اسلام آباد و دیدار با مقامهای پاکستان بیان کرده است. سفیر ایران در کابل پس از پایان سفرش به پاکستان گفته بود که اسلام آباد از طرح تشکیل گروه تماس حمایت کرده است. تشکیل گروه تماس یکی از طرح‌های ایران برای هماهنگ کردن دیدگاه کشورهای منطقه در مورد افغانستان است. تهران که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان روابط خوبی با این گروه برقرار کرده است، تلاش را تا رویکرد مشترک کشورهای منطقه با طالبان را رهبری کند. تبدیل شدن افغانستان به لانه امن گروه‌های تروریستی یکی از نگرانی‌های جدی کشورهای همسایه است. جنگجویان داعش در کنر دو تن را به اتهام جاسوسی برای طالبان سر بریدند. منابع ملی در کنر میگویند که جنگجویان داعش در این ولایت دو تن را به اتهام جاسوسی برای طالبان سر بریدند. این رویداد روز شنبه در منطقه دیوگلدره از مربوطات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داده است. منابع تایید میکنند که جنگجویان داعش نخست این دو تن را لباسهای نارنجی رنگ پوشانده و سپس به قتل رسانده. تا اکنون در مورد هویت افراد کشته شده جزئیات بیشتر در دست نیست. طالبان هم هنوز در این مورد چیزی نمیگویند. مایک پامپیو خروج نیروهای آمریکایی از پایگاه نظامی بگرام را فاجعه بار خواند. با ادامه انتقادها از تصمیم دولت بایدن مبنی بر خروج آمریکا از افغانستان، مایک پامپیو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا خروج نظامیان کشورش از پایگاه بگرام را فاجعه بار خوانده است. پامپیو این موضوع را روز شنبه در گفتگو با دیلی میل بیان کرده است. با گزارش این رسانه، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا با انتقاد از سیاست دولت بایدن در قبال افغانستان و شرق میانه گفته است که تصمیم دولت بایدن در زمینه بیرون کردن نیروهای این کشور از پایگاه نظامی بگرام اشتباه و فاجعه بار بود. گفتنی است که آمریکا پس از حدود دو دهه حضور نظامی در افغانستان نیروهایش از کشور را در اگست 2021 بیرون کرد. خروج نظامیان آمریکایی سبب تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شد. روزنامه افغانستان انترنشنال گزارش می‌دهد طالبان به توصیه روسیه درباره دعوت از نیروهای سیاسی غیر طالب به قدرت پاسخ منفی داد. سخنگوی طالبان به توصیه وزیر خارجه روسیه درباره تشکیل دولت فراگیر در افغانستان واکنش نشان داد و گفت که دولت این گروه اکنون هم همشمول است. ذبیح الله مجاهد ادعا کرده است که طالبان باعث شده ناامنی و بی‌اتفاقی در افغانستان از بین برود. این مقام طالبان از کشورهای دیگر خواست در مسائل داخلی افغانستان مداخله نکنند، همان طور که این گروه در مورد نهایت نظام و سیاست‌های کشورهای دیگر مداخله نمی‌کند. وزیر خارجه روسیه چی گفته بود؟ سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه 28 جدی در نشست خبری سالانه خود در مسکو بر حضور جبهه مقاومت ملی افغانستان بر رهبری احمد مسعود در شمال افغانستان اذعان کرد و گفت باید پل میان این جبهه و طالبان ساخته شود. آقای لاوروف همچنین از برخی سیاسون مثل احمد کرزی و عبدالله نام برد و گفت با طالبان توصیه میکند نیروهای سیاسی دیگر را به ساختار حاکم دعوت کند. او با تاکید بر شکلگیری دولت مشمول با مشارکت هم اقوام در افغانستان اذعان کرد که این روند آسان نخواهد بود. لاوروف گفت ازبک ها، تاجک ها و هزاره های که اکنون در ساختار طالبان هستند نیز از نظر سیاسی از خود طالبان هستند. چرا ملا حبت الله چهره‌اش را نمایان نمی‌کند؟ از زمان تسلط دوباره این گروه بر افغانستان هر ازگاه نوار صوتی از رهبر طالبان از سوی سخنگویان این گروه به نشر می‌رسد. چند روز قبل هم فایل صوتی او پخش شد که حاوی پیام‌های ناامید کننده بود. او در سخنرانی در گردهمایی جمعی از ملاهای طالبان جست عرب غرب ستیزی به خود گرفت و کافران را ملامت کرد که بدخواه نظام اسلامی هستند و در صورت تخریب آن برآمدند. همچنان او بر مواضع قبلیش با فشاری ورزید و ادعا کرد که حقوق زنان در سایه نظام طالبان به صورت کامل رعایت شده و هیچ وقت زنان در این کشور به اندازه این روزها خوشبخت نبودند. او باز هم از ضرورت تطبیق شریعت بر اساس قرائت بدوی طالبان سخن زد
و به مردم خبر داد که در آینده حدود و احکام شهر از قبیل شلاق زدن و سنگسار کردن در ملای عام اجرا خواهد شد. اکنون هم برخی مجازات طالبانی در ملای عام اجرا می شود، اما کوشش صورت می گیرد ویدئوی از آن صحنه ها پخش و نشر نشود و در اختیار عموم قرار نگیرد. روی هم رفته هر وقت پیام صوتی از رهبر طالبان منتشر شده، نه تنها نگرانی ها و ترس های مردم را کاهش نداده، بلکه به این نگرانی ها و تشویش ها دامن زده است. سوالی که همیشه مطرح بوده است این است که چرا رهبر طالبان تا اکنون حاضر نشده چهره اش را به مردم بنمایاند و با هویت کاملش با رعیت خود سخن بزند و تا اکنون فقط صدایش را به سمع مردم رسانده است. آیا منطقی نیست که رهبر طالبان برای رساندن پیام‌های خود به مردم و نفوذ در میان آنها از پرده‌نشینی بیرون آید و چشم در چشم با آنها حرف بزند و به این ترتیب اعتماد و اطمینان آنان را جلب کند؟ نگرانی های امنیتی رهبر کنون طالبان قبل از آن که به رهبر این گروه منصوب شود فرد بسیار تاثیرگذار و مهم در رهبری طالبان نبود و نقش جدی جایی در آن گروه نداشت. گفته می شود که فرماندهان نظامی طالبان از آن جهت به انتخاب او تمایل داشتند که تصور می کردند با رهبر شدن او از قدرت و صلاحیت کاسته نمی شود و ابتکار عمل را از دست نمی دهند. اما ملا عبد الله پس از در دست گرفتن رهبری آهسته آهسته به قدرتش افزود و پس از تسلط دوباره طالبان تقریبا همه تصمیم های بزرگ را بر انحصار گرفت. سازمان طالبان به گونه طراحی شده که رهبر این گروه در رأس حرم قدرت قرار دارد و تصمیم های مهم بدون اجازه او گرفته نمی شود. او پس از تصرف افغانستان دست به تشکیل نیروی زنده و پرشمار برای حمایت از خود زده است. این نیرو با وزارت های داخله و دفاع طالبان ارتباط ندارد و تحت امر مستقیم ملا عبد الله است. اکنون مهمترین فرد در طالبان ملا عبد الله است و عناصر شاخصی مثل سراج‌الدین اقانی و ملا یعقوب که در تشکیلات طالبان به حیث معاونان و شناخته می شود نمی توانند وی را به چالش بکشند. به طبع اهمیت ملا عبد الله در سلسله مراتب رهبری طالبان، تأمین امنیت او نیز از اولویت های گروه طالبان است. ظاهرا مسئولان حفاظت از جان ملا عبد الله نیز به این نتیجه نرسیدند که جان او در خطر جدی نیست و او می تواند در ملای عام ظاهر شود و عکس ویدیویش به نشر برسد. این در حالی است که سراج‌الدین اقانی هنوز هم در فهرست افراد تحت تعقیب امریکا قرار دارد و برای کسی که آدرس از او بدهد از سوی امریکا جایزه تعیین شده، حاضر شده عکس و ویدئوی منتشر کند و هویتش را برای همگان فاش سازد. فعلا امریکا در حالت مصالحه با طالبان قرار دارد و به صورت هفتگی از 40 تا 80 میلیون دلار پول نقد به افغانستان میفرستد و به ثبات اقتصادی داره طالبان کمک میکند. از این لحاظ از سوی امریکا خطر متوجه رهبران طالبان نیست. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوی بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشه.